خب دلیل داره. اتفاقا ما امروز پیش از برنامه چون لیست شاعرها بسیار بلند بالای ماشاءالله 14 شاعر از ولایات آمدن و شاعرای کابل هم، خب فکر میکنم مخاطبین این جمع 95% یا شاعرای امشب که همه حضور دارن. ما پیش از برنامه برای شاعرها گفتم دوستان هر کدام 2 دقیقه بیشتر شعر نخونن، چون برای من کسی بیای شعر بخون و گوش مفت پیدا کنم بسیار شعر میخونم. تنها کسی که نگفته بودم که از 2 دقیقه بیشتر شعر نخونن خانم سلطانی بودن که از 2 دقیقه بیشتر شعر خوندن. من تقاضا میکنم از بقیه دوستا 2 دقیقه وقت در نظر بگیرن. یک میان برنامه بگم که نگن چقدر مجری ساکتیه. شعری از گروس عبدالملکیانه، میگه پرندگان پشت بام را دوست دارم، دانه هایی را که هر روز برایشان میریزم. در میان آنها یک پرنده بی معرفت هست که میدانم روزی با آسمان خواهد رفت و بر نمیگردد. من او را بیشتر دوست دارم. تشکر فراوان مجددا از خانم سلطانی. میریم به بغلان. من میگم که جز این شاعر که نام ارمایم به خانم، در بقیه نام ها هیچ سلسله مراتب مراعات نشده، اما اینجا سلسله مراتب مراعات میکنم. قرار بود استاد پرتو نادری تشریف بیارن که نیامدن، اما امشب مقام پیرترین شاعر جمع را آقای شایان فریور میگیرن. آقای فریور تشریف بیاره. سلام به دوستان. من چیزی نمیگم که 2 دقیقه وقتم نگذرد. لطف کردی و مهربان هستین. البته گوشیدن ورق در جمع ثانیه هایی که میگذره حساب نکنیم. پرنده وحشی من از آزادی بگذر، باران در سطل ها بلندتر آواز میخواند. یک غزل عاشقانه از چند سال پیش، چون وقت نیست فقط به غزل. دل نزن ای دل برو تک تک بزن، دل نزن ای دل برو تک تک بزن. درب لیلا رو بروید چک بزن، پت نشو پشت نگاه شرم خیش. سیب دستت گشته حالا چک بزن، چک بزن، چک چک بزن. با سیب سرخ گرد او با شور خود پیچک بزن. کم نزن دل را به پیش چشم او، لرزه را در سینه ولچک بزن. ناز او پرشته های بوسه هاست، پشت پا بر خواهش ماچک بزن. او بزرگ است و تحمل می کند، خیش را در جلد یک کوچک. و پایانی، پیوسته به دام اشتباه افتادم، پیوسته به دام اشتباه افتادم. عاشق شدم و دوباره راه افتادم، دیدم که نمی شود عروسی کردم، از چاله بر آمدم و چا افتادم.